салон би надо азизи шабакаи Touch Fix. Умедвор астам ки ин сайфаро подоми раҳурашмо ёд доред. Ҳангоми сафарҳои мо дар кӯчаи Душанбе сурат мегирад. Анҷо чизе қаблан омода шуда нест. Яъне ки сафарҳое ки мо барои худамон ба кори худамон анҷом медиҳем, онҳоро мо сабт мекунем ва баъзе чизро мехоҳам барои ронандаҳо пешниҳод кунам. Зеро ки мушоҳида мешавад ки ҳоло вас дар инҷо ҳарчанд ки хатҳо дар рӯи роҳ нестанд, вале маълум аст ки ишораи роҳ, ишораи гузаргоҳ ҳаст ва мо бояд ба این دختران را بدهیم. خوب بعضا تعمیر در کوچه ها بویسیان میشد که راننده ها اگر خیلی ساده کرده بگیم خود رو گم میکنند. یعنی اونا نمیدونند چی تر باید که ماشین رانند کی باید اول تر گذارد، زیرا که اکثرا در این برای به نظر میرسد که معلومات ندارند. خوب و بعضاً هنگامی بندشوی راه ها هم همینچنان مشاهده کردن ممکن است که وقتی که راه ها بند میشن در راهی که دو قطار باید باشد چهار پنج قطار پیدا میشن و بعضی ها حتی به خود اجازه میدهند که برای ماشینگرد و راه های دیگر بروند، حتی مقابل حرکت کنند و من همیشه حیران میشم که اونهایی که مثلا مقابل سمتی حرکت ماشین میرونند، یعنی اونها رو اونو با کجا سراسیمه هستن اول تر از همه، یعنی کجا شتاب دارن. من این چیز البته همیشه حیران میکنم، ما ولی مخصوص با همین راهی که تعمیر رفته استده است، این نزدیکی مرکزی برق و گرمیدی رقم دوی شهر دوشنبه است، با این راه حرکت میکنیم و ببینیم که کار ساختمانی در یک قسمتی این راه ادامه دارد و در قسمت دیگرش راهی که برای یک سمت است و دو سمت تقسیم شده و شما میتونید با قسمت شمالی شهر نیز با این راه حرکت کنید. نمولاتی که من بالاتر بیشم معلوم است که اینجا یک خطی یک لوخ کشیده شده است و در این راه راننده ها اصلا باید به سمت مقابل حرکت نکنند. از هم وقت در روها مشاهده میشد که از پشت شما کسی میاد، سرعت شما 60 کیلومتر سرعت، سرعتی که اجازه داده شده است از این بالاتر ممکن نیست در روهای مثلا مرکز شهر، در روهای دوشنبه، و کسی از پشت شما چراغای خود روشن میکند، فر میدهد، سیگنال میدهد، میخواد که شما راه رو خالی کنید و بگذرد و خیلی حیران میشد که سرعت حرکت 60 کیلومتر سرعت است. شما 60 کیلومتر سرعت حرکت کرده ایستادید، خودی از شما گذشتنی و با سرعت بالاتر، این حرکت قاعده و حیران کنی است. یعنی باید از 60 کیلومتر زیادتر ماشین اداره نکند. و خیلی تجربه راه های کمبر دوشنبه نشان میدهد که برای مثال از زمانی که ما در پولشه بودیم سرعت حرکت در ورشو 50 کیلومتر است. من تخمین میکنم که یک روزی حتما فرا میرسد که سرعت حرکت در دوشنبه هم پایین تر برده میشود، یعنی نه 60 بلکه 50 حتی 40 نیست، زیرا که در بعضی منطقه ها شخص احساس میکنم که 40 کیلومتر سرعت حرکت کردن نیست، با سرعت این سرعتی خیلی بلند است. در بعضی قطعه های رو که اونجا مکتب بچه ها زیاد هستن، کارگاه ها زیاد هست و خونه ها بسیار نزدیک هستن برای و اونجا فکر میکنم که این ترتیب شاید روز جوری می شود. در مجموع من فکر میکنم که خود یک قالبی بودن درس ها در مکتب های رانندگی باعث یاد شده که راننده ها بسیار چیز رو نمی آموزن. معلوم است که راننده های ما اکثرا خودشون هم نمی پرسند که مثلا چی طرز باید باشد، خودشون هم تلاش نمی کنند برای آموختن، برای لکسه های ایلوگی، ولی به هر صورت من نمیدونم، شاید باشد، من نمیدونم مکتب رانندگی که مثلا درس ها را شبانه برگزار کند، مثلا راندن ماشین شبانه، تو راننده داند که دلنی چی هست، بریجنی چی هست، راننده داند که چراغ ها چطور فروزان میشن،
راننده باید ترتیب حرکت درهای خودی حرکت درها رو شبانه داند. اما در مکتب های رانندگی اکثرا هم فکر میکنم که کاملا در همش مشغولیت های شبانه نیستن، یا در وقتی زمستون وقتی که برف و یخ هست، من فکر میکنم که فرصتی با کورسانت ها یاد دادنی راندنی ماشین هست. یعنی معلم ها باید کم که مسئولیت احساس کنند، باید در همان هوا در هوای باران و برف یک بار شاگردانشون همراه بگیرند و اونو ماشین رانند، زیرا که معلوم است که یک حیات اونها فقط در تابستان ماشین رانی نمیکنند، خانخو اونها در زمستان هم روی برف و بعضا ضرورت پیدا میشه در برف و بارون هم ماشین رانند. برای این من با نظر داشتم همون کورسی که خودم تحصیل کرده بودم یک 10 سال پیشتر، با نظر داشتم همون کورس میگم که برای مثال برای ما اصلا تو خودمو که نپرسیم استاد نمیگوید که در زمستان چه طرز باید ماشین راند، چرا مثلا شما ترمزا باید پخش نکنید در بعضی حالات ها، یا سرعت حرکت باید چخیل باشد، یا مثلا وزن ماشین ها و یعنی که حرکت روی رایی که یخ بسته است چه طرز باید باشد. بعضی قایده های هست که من فکر میکنم که استادان مکتب های رانندگی باید کمکک فراتر از برنامه تعلیمی بیرمند، و هر وقتی که من کدام یک صدمه را میبینم و مشاهده میکنم تخمین میکنم که یک فویزی معینه اینجا شاید گناه یمون استاد مکتب رانندگی هم باشد. و من یک وقت همیگونه پیشنهادم کرده بودم که مثلا تو 2 سال یا تو 3 سال برای هر صدمه که شاگردی کدام مکتب رانندگی انجام میدهد همون مکتب هم گناهگار دانسته شود. این یک پیشنهادی بود که میتوانیست باعث کمک مسئولیت شناس شدن مکتب های رانندگی و استادان مکتب ها باشد. ولی به هر صورت ولی تجربه نشون میدهد که خودی جوانان اکثرا شوق زیاد دارن برای راننده شدن و بسیار در مکتب های رانندگی تحصیل میکنند. و یک صحبت یک از خادمانی نقطه گرفتن وجود رانندگی افتاد رو ما رو حیران کرد که ما نیز نقشه داریم، یعنی نقشه مشخص که باید در یک سال چقدر مثلا مردم وجود رانندگی بوده. اما پیشنهاد دیگری که ما یک وقت انجام داده بودیم این است که برای گرفتن وجود رانندگی یک لیمیتی معین باشد، یعنی در یک سال مثلا فلان حج یا فلان دانه از این زیاد نکنید. اون وقت فکر میکنم که صفت تعلیم بالاتر میرود، اون وقت فکر میکنم که اون وقت رقابت بیشتر میشود، اون وقت کورسانت ها یا شلوانده های کورس های رانندگی که خیلی دانه و بسواد هستن اولتر از همه اونا حجت میکنند، و این باعثی کم شدن صدمه ها در راه ها میشود، باعثی پایده های رانده های کمتر میشود. ببینم تو یک پیشنهاد است و فکر میکنم که باز اونه که در این سوها رسما با علم مشغول هستند، در این سوها با در مؤسسه های علمی تدخوتی مبسته بر راه و نقلیات و حرکت کار میکنند، اونا فکر میکنم که باز این موضوع شد خوبتر و بهتر یعنی بررسی میکنند و پیشنهاد میکنند. قریب که تو آخری روز تو آغازی دهه چارباغ با این راه حرکت کردیم و توصیه برای شما این است که اگر برصورت جا تعمیر است، اگر شما از مرکز شهر به قسمت شمالی شهر رفتنی هستید و محض در همین منطقه ها اگر منزل زیست کار ندارید، پس بهتر است که با روی خیابانی رودکی حرکت کنید، یعنی با روی مرکزی حرکت کنید. خب از نزد دانشگاه آموزگاری، بعد دانشگاه تیپی، بعد تر دانشگاه کشاورزی، خب و استانسه خودجوری و میگونه باغ عینی و پیوست میشه شما با این راه اساسی. یعنی بخاطر هم با اون راه تستر حرکت میکنید و هم تو انجامی تعمیر فکر میکنید که شما امکان میدهد که کار سخونی جو خوبتر و بهتر صورت بگیرد.
حرکت فکر میکنم که تقریبا باید همین طرف صورت بگیرد. ما چون در دوره که هستیم روی اساسی روی ماست، ما اینک ما وارد میشهیم با روحی دهی چارباغ. در خیابان رودکی در نزدیکی کارخانه سیمنت و حرکت میکنیم با کوچه اساسی شهر در خیابان رودکی. خب یادست میشم که مقصد از پیشنهاد این ویدیو این نوار این است که برای راننده هایی که ما رو تماشا میکنن میبینن و کمکک فرصت میوبن برای تماشای این صحیفه، بعضی قویده و ترتیبی که راننده های ما شاید خودشان از داخل با اون توجه نمیکنن یا شاید نمیبینن، برای اونها یاد رست میشن. زیرا معلوم است که دل خور راننده رو که قویده و حرکت در رو ویرون میکنند، اگر او رو نگاه داری و به خبر از او پرسی که خیلی خیلی زیاد نفران رعایت نمیکنند قویده حرکت در رو، رو او البته میگوید که بله و خانم او هم بسیار اذیت میکشد و هم بسیار نگران است از این چیز، هرچند که خودی او شاید که تو همون جا قویده حرکت در رو رعایت نکرده آمده باشد. یعنی بسیار دشوار است یک کسی رو با کسی گفتنی خب خطاش با کسی نشان دادنی جرمش تو وضعی که امین نوار نباشد. و امیدوارم که شما شاید کسی از نزدیکانی خود رو شاید خود رو در این نوارها ماشینی خود رو در این نوارها خواهید دید. سبقت از طرف دستی راست یکی از کمبودی هست که اکثرات رانندگان ما نمیدونند. سبقت فقط از طرف دستی چپ صورت میگیرد با استثناء یک حالت، اگر ماشینی که از پیش شما رفته استوده است چراغی که طرف گردی طرفی راست فروزون کرده باشد و با طرفی راست گشتنی باشد، شما در همان حالت میتونید که از جانبی یا از سمتی راستی او سبقت کنید، یعنی ابگون کنید. ببینید که ماشین در کدام نقطه میستد، در خط دویوم. این راننده تاکسی خودش انتظار میشه و فکر میکنم که یگانه تاکسی ها در تمام دنیا هستند که اونا خودشون انتظار میشنند و خودشون حتی فر میدین، چراغ میدین که میری یا نمیری و این گونه فکر میکنم که در یگان گوشه دنیا نیست. خب در مورد سبقت فقط با استثناء یک حالت سبقت اینه که همیشه از طرفی دستی چپ صورت میگرد. امیدوارم راننده دستی چپ خود رو ولی تصور کردید که کدوم است. خب با استثناء یک حالت، اگر راننده پیش از شما چراغ طرف گردی طرفی راست رو فعال کرده باشد و به طرفی راست گشتنی باشد، شما میتونید که با دستی راست از طرفی راستی رو سبقت کنید و او رو بگذارید. در دیگر حالت یعنی این کار معنی است، اما مشاهده میشد که اکثریت راننده های ما نمیدونن که از کدام طرف سبقت باید کنن. وقتی که میبینن که شما در قطار دویم هستید و شما در انبوهی ماشین ها جا رو عوض کرده نمیتونید، اونا از طرف دست راست شما گذاشتن میگیرن و گذاشت از این اکثریت حتی چراغ که طرف گردی رو هم فعال نمیکنن. برای مثال نهانی ما به این خط باید بگذاریم و چراغ که طرف گردی رو ما فعال کرده و در ایستگاه ماشین رو نگاه میداریم. خطای دیگری راننده را سمو شده که وقتی که میخواد به طرف این یا اون طرف گردد، چرخوی ماشین 80 گرادوس یعنی تاب دادگی است. این اصلا نادرست است. وقتی که شما به کدوم طرف گشتن هستید، شما فقط چراغک طرف گردی را فعال کنید، چرخوی ماشین
گردش ندید، تاب ندید، به خاطر اینکه بعضی ماشینای نو هستن که مثلا تا 80 83 گرادوس و شاید زیادتر از این تاب میخورن. و اون وقت شما مشخص است که با اونهایی که از کنار شما گذشتن هستن، مثل که ما از بالا اومدیم، با اونها خلل وارد میکنید. یعنی اگر گشتنی هم باشید پشکی چرخون باشید تاب دادن انتظار نشوید. شما باید چرخاک طرف گردی رو فعال کنید. ماشینی که هست در چرخاک 8144 ماشین گذاشته است، یکان خیلی چرخاکی یا چرخاک صدامی رو فعال نکرده است. اول این کرده که مثلا ما یا راننده بعدی او فهمد که ماشین ویران است، ماشین هم میموند و میتونید که به کجای روید. یعنی با اکثرت راننده فکر میکنید که هر کجایی که کارشان افتید اونجا ماشین موندن ممکن است، اما این طور نیست. شما باید دانید که تاثیر یک چی میگن اشاره یا زنک تاثیرش تا کجا است. بسیار راننده هایی چرا درک نمیکنن و نمیدونن که مثلا ببینید این نزدیکی سفارت چین اونجا نوشته شده است، اون زنکی که از همه بالای اشاره که از همه بالای ایستاده است، معنیش است که در همین فاصله تا گردش اول تا گردش نوبتی گذاشتن ماشین معنی است، تمام. و اشاره دیگر هم هست که برای یک مدت ماشین هم میتونید که اونجا نگاه دارید برای یک مدت و بعد میتونید که بگیرید تا چند دقیقه. یعنی که همین گونه ترتیب موجود است که اون حتما باید رعایت شود. دو چیزی از همدیگر فرق کننده است. یکی سبقت از طرف دست راست که ممکن است با استثناء یک حالت، و دیگر جای واسکنی از یک قطار به قطار دیگر. مثلا اگر کسی از قسمت راست شما میگذارد و جای واس میکند در قطار یکم نیستد، اون باید خوب دارد. اما وقتی که از قطار دویوم میگذارد به قطار یکم، شما رو سبقت میکند و بعد با بر میگردد به قطار دویومی که شما هستید، این حرکت بایران کردن قویده حرکت در روح هست. ما از نزد دانشگاه آموزگاری به کوچه سید ناصیرف وارد میشویم. خود چراغک طرفگردی برای چی مهم است؟ برای اینکه شما باید با نفر دویوم فهمونید، با نفر که از پشتش میاد فهمونید که شما گشتنی هستید و او اگر مثلا روز حرکت کردنی هست در این قطار باید نایسته. این ماشین با موافقه با از تریزه براوردن کلا و با اشاره چلیک که بسیار مشهور شده است، راننده پیشتر فهموند که بیا من به خطر یکم بذارم. یعنی بسیار راننده ها از اون که راه خوب نمیدونن، از اون که تصمیماشون مثلا سر وقتی نیست، اونا وارد میشن به خطر دیگر و بعد میفهمن که باید به دیگر جا میگشتن. یعنی این هم بسیار مهم است که شما باید پیشکی تصمیم بگیرید که به کدام قطار باید بگذارید. شما باید دانید که کجا رفتن هستید. بعضا مشاهده میشود که ندونستن قاعده های حرکت در راه بعضی راننده رو با جرأت میکنند. یعنی که اون نمیدوند که عاقبت همین حرکتش چی است و حرکت میکنند، برای اینکه او شاید همیشه نخونده است، نمیدوند همین چی. اگر قاعده حرکت در راه او دوند، او مثلا همان حرکت رو، همان عمل رو اجرا نمیکنند، به خاطر که میدوند که خلاف قاعده حرکت در راه است و این بسیار خوفناک هم هست. ولی وقتی که راننده در این باره معلومات ندارد، به نظر می رسد که او خیلی با جرأت است، خیلی با جرأت است، اما این طور نیست. خب این قطعه راه که تعمیر است و ما باره بشیم برای یک سمتا که اکنون برای راننده های هر دو سمت خدمت میکند. این نوکه خیابانی حفیظ شیرازی است
با استای کوچه حفیظ شیرازی، خیابان حفیظ شیرازی نزدیک میشیم با کوچه اسماعیل سومونی، با کوچه اسماعیل سومونی سابق پوتوفسکی و از نزدیکی هم کپروت بالا میشیم. و چیزی که به نظر میرسد این است که همیشه چون شهرچه دانشجویان که نزدیک است، همیشه بالا این کپروکو پوری مسافر است، پوری دانشجو است. دانشجو که شاید قاعده حرکت در راه خوب نمیدوند، ماشین ندارد، نمیدوند که در بالای کپروک ایستادن من است. ماشین ها اصلا در بالای کپروکو نه تاکسی، نه واسطه نقلات مسافر و یگان نمود ماشین باید و من ماشین ها در بالای کپروکو نگاه ندارم. ولی به نظر میرسد که روزهای درسی بالای کپروک پوری دانشجو است و مسافر کش هم خلاف قاعده حرکت در آنجا میستند. من نمیدونم که اگر کدام یک حالت صدمه رخ بدهد کی برای این گونه اگر است، خود دانشجو که در جای نامعین ایستاد و یا آن راننده واسطه نقلیات که در جای نامعین من کرد و آدم گرفت و مسافر گرفت. یعنی که تخمین میکنم که هر دو اینا برابر اینی که اینجا گناهگار خواهند بود. خوب، ما با خیابان دیگر وارد میشویم. این خیابان گنجوی خواهد بود که ما کک بدتر در زیر کپروک ها هم همین گونه نگاه داشتن ماشین ها معنی است. در زیر کپروک ها، در بالای کپروک ها، خب در بالای کپروک ها همچنین سبقت هم معنی است. زیرک اگر مشاهده کرده باشید بالای کپروک یعنی خطی یک لخت کشیده شده است، یعنی شما اونجا سبقت باید نکنید. خب گذشته از این، حالی ما صاحب راه های دو قبطه هم شدیم و در راه های دو قبطه نگاه داشتن ماشین معنی است. در اونجا ممکن نیست ماشین رو نگاه داشتن. این تابوتی قاعده های حرکت در راه ها است. برای افتوبوس رو که بسیار وقت ایستگاه رو ماشین های دیگر من میکنن بند میکنن، نگاه داشتنی افتوبوس رو که مکن دشوارتر است از اینکه راننده های دیگر برای حرکت یا نو خلال میرسون. خب اشاره که شما اینا دیدید، اشاره استوب، معنی را دارد که اینجا ما باید اول ماشین رو کمی نگاه داشته و بعد گذاریم. مشکلی دیگر که ماست در همین کوچه است، نزدیکی بازار سفرهای از قسمت پایان، این فعال نبودن چراغی که بالای کپروکوی کوچه یا خیابان سینا است. خب تعمیر بسیار خوب، شب بسیار زیبا است، اما چراغکش یک چند روز اول فعال بود و دیگر فعال نیست و روزهای کاری برای اساسی برآمدن بسیار دشوار همه شد، به خاطر اینکه چراغ در هر دو سمت این کپروکی محله سینا کار نمیکند، هرچند که کاملا نو است و با خریبی ساخته شده است. خب سفر ما یا صحبت ما راه راه در این صفحه به آخر رسید. برای همه شما من روی صفحه درز میکنم، قاعده و حرکت در را رعایت کنید و کوشش کنید که با حالت های ناگوار و صدمه ها با حالت های صدمه آور روبرو نشوید. از شما بسیار چی وابسته است و امیدوار هستم که از این نوارها شما چیزی رو برای خود خواهید گرفت.